جنگ کندوز هزاران باشنده این شهر را آواره ساخته است. نزدیک به 400 تن از این باشندگان کندوز که همه چیزشان را از دست دادن به کابل آمدند و زیر چادرها زندگی می کنند. اینجا ده تن از زنان و کودکان از کندوز آواره شدند. زیر چادری در برابر پارلمان افغانستان نشستند و هر کدام خانه ها و امدار ندارشان را از دست دادند. هر کدام نیازمند کمک هستند و حکایت تلخی از جنگ دارند. اشتکای ما کالا ندارند، نان نمیافتند بخورند، او نمیافتند بخورند. از بالا تیاره میزد، از پایان طالب میزد. خار آتش بود، در گوشه و کنار می رفتیم، میشتیم، جنگ بود. خانواده هایی که همه دار و ندارشان را از دست دادند و عزیزانشان در برابر چشمانشان کشته شدند، خود و کودکانشان اکنون محتاج لقمنانی هستند. این هم مادر دیگری است که به تازگی با کودکانش به پایتخت رسیده است. این مادر که 5 فرزندش را با خود آورده است، 3 فرزندش هنوز هم در ولایت کندوز ماندند و جای برای زندگی کردن ندارد. اکنون آمده ایم تا بپرسیم چشم دیدشان را از رویداد کندوز. مرد اکر افغانی ندیر خپای و خپای و خپای دیده بچه این سیکالی و کل داده نکیجی. این باشندگان ستمگری های طالبان را نابخشودنی می دانند. دولت سو آدم قدرت داره و عظمت داره و در تمام معاول قندوز امرو صلاحیتش می چله طالبان را در بین خانه های مردم جای بجای کرده و اکمالات کرده. خانه های مردم را در دادن، مال اموال لکس مردم را با خود بردن، موترهای لکس مردم را با خود بردن. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی کوتاهی حکومت را در سقوط کندوز می پذیرد و می گوید که القه های دانسته یا ندانسته جنایت های طالبان را از بلندگوهای دولت توجیه می کنند. نباید اجازه داده شود که جنایت توجیه شود. این همه ما می دانیم که تروریسم دین، مذهب، ملت و قوم نداره. جای تأسفی است که دانسته یا نادانسته در جایی دیده میشه که از تریبین و دولت توجیه میشه جنایت و از جنایت خواسته میشه که پرده پوشی شود. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که باشندگان کندوز ماها پیش هشدار داده بودند که کندوز با چنین سرنوشتی روبرو خواهد شد، اما حکومت به این هشدارها توجه چندانی نکرد.